بله. سلام آش خانم، من بهرامم. بفرمایید. دوست خدا بیامرز پیمان. قرار بود با شریک بشم، یادتون اومد؟ بله بله. بله پیمان چند بار در مورد شما با من حرف زده بود. کاری داری پسرم؟ شرمنده مزاحم شدم. آقا قاسم تشریف داره؟ بله الان بهشون میگم. قاسم جان. قاسم. خدا بیاموز یه چند باری راجع به شما صحبت کرده بود. گفته بود که میخواین یه شراکتی درست کنی. بله. حیف شد. به هر حال من در خدمتتون هستم، اگه کاری هست بفرمایید. من قبلش با آقا امیرعلی حرف زدم. اما خب طفلک تازه از زندان اومده بیرون، خیلی دل و دماغ درست حسابی نداره. دیگه گفتم خدمت شما برسم. بفرمایید. اینا چیه؟ جسارتاً کپی چند تا سفته است که پیمان قبل از فوتش به من داده بود. پیمان به شما سفته داده بود؟ بله، 200 میلیون. اتفاقا پشت سفته هارم آقا امیرعلی امضا زدن. خودتون ملاحظه بفرمایید. سفته دیگه چیه؟ پیمان گفته بود با شما تصفیه کرده. چند روز قبل فوتش اومد جلو در مغازه، گفت پشیمون شده، میخواد شراکتشو با هم به هم بزنه. اون طرف اصرار کرد که 200 میلیون پول بهش قرض بدم که بذاره روی کار دیگه. راستش منم دلم نیومد دست رد به سینش بزنم، پولو دادم بهش. پرینتش هم هست اونجا با فیش واریزی، ضمیمه کردم. قاسم ببینم. خب شما چرا تا حالا دنبال پولتون نیومدی؟ صبر کردم آقا امیرعلی از زندان بیاد بیرون. اما وقتی دیروز رفتم سراغش و دیدم همچین توجهی نمیکنه و واسش اهمیتی نداره، اومدم سراغ شما. امیرعلی خبر داشت که شراکت شما به هم خورده؟ نه. پیمان خواهش کرد چیزی به کسی نگم. شرمنده تونم واقعا. اگه به خاطر بیماری مادرم و هزینه های بالای دوا درمونش نبود، اصلا مزاحمتون نمیشدم و سراغ این پولم نمیگرفتم. اما خودتون که از شرایط اقتصادی با خبرین. منم و یه مغازه فکستنی و فروش قاب موبایل و اینجور چیزا. از پس این همه هزینه بر نمیام. شما که نمیخوای برای پسر من دردسر درست کنی. خدا نکنه بخوام دردسری واسه آقا امیرعلی درست کنم. اما شما هم به مشکل من راضی نباشید. معلومه که نیستم. شما لطف کردید. ولی من نمیتونم این پول رو بپردازم. یه کمی زمان به من بدید. منم انتظار ندارم پول الان بهم بدید. ولی اگه این هفته بتونید جورش بکنید، هم دین پیمان ادا میشه، هم مشکل من حل میشه. بالاخره شما یه جورایی پدر پیمان بودید دیگه. نمیشه که به اون دنیاش بی تفاوت بشید. باشه. ببینم چیکارش میتونم بکنم. خدا شما رو از آقای کم نکنه. شرمنده ام. من رفع زحمت میکنم. خدا نگهدار. بفهم زحمت نکشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. این همه پول رو میخوای کجا بیاری؟ نمیدونم. به والله که هرچی پدرش کاشت پیمان برداشت کرد. این همه ما زحمت کشیدیم مثل پدرش نشه، ولی درست پاشو گذاشت جای پایون. اینجوری نگو آقا حاسم. اون بچه دستش از دنیا کوتاست، گناه داره. کاش زنده بود. کاش زنده بود بابت این شیرین کانی ادبش میکردم. ای بابا من این میگم نگو، شما این تکرار نکنید. نه اینو نمیخوام. اینو گفتی روزی چند مرتبه؟ اینو روزی 3 مرتبه. فقط صورتتون قبلش خوب بشونی، خوش کنین، بعد استفاده کنین. جوشای سرسیا رو هم میبره؟ هر کی برده راضی بوده، مشتری محصول زیاده.
بنویسم براتون. بله ممنونم. جانم آقا جون سلام، خوبی؟ مزاحمت نیستم. نه جانم بفرمایید. چقدر شد؟ یکی از دوستای پیمان اومده سفته داره. سفته داره از پیمان؟ آره. چقدر؟ اینجور که میگه ظاهرا 200 میلیون تومان. ما از کجا معلوم که راست بگه؟ دو سال طلب داشت الان یادش افتاده. میگه تا الان به احترام پیمان نیومده. حالا راست و دروغش به خودش مربوطه. ولی طلب مردم رو باید داد دیگه. حالا میخواین چی کار کنیم؟ تو فقط برو ببین چجوری میشه پول من رو از بورس بکشی بیرون. میدونم بهت خیلی زحمت دادم ولی چاره ای ندارم. برو ببین چجوری میتونی این سهامو پولش کنی. من فکر میکنم حالا اصلا زمان مناسبه برای فروش سهام نیست. خیلی ضرر میکنه. این مال من نیست. آخه چاره چیه دخترم؟ باید پول مردم رو پس بدیم دیگه. اینجوری دیه اصلان رو میدیم سند دایی تمازاد میشه. باش بذاریم من با کارگزار صحبت کنم. باشه برو ببینم چی کار میکنی دخترم. سلام برسونی. تو هم همینطور. خیلی ممنون. خداحافظ. خانم ببخشید دستگاه بخور دارید؟ خانم؟ خانم ببخشید معذرت میخوام. دستگاه بخور دارید؟ بله دارم. چه قیمتی میخوای؟ قیمتش مهم نیست هرچی باشه. آقای یعقوبی کار آقای رو بندازی. سلام بخشی دست که بخور میخواست. واقعا نمیفهمم. شما میدونستید کارخونه پدر النازه بعد من فرستادید اونجا؟ حالا چه فرقی میکنه کارخونه مال کی باشه؟ مهم اینه که تو بری سر کار. بله ولی شما که منو میشناسی یه سری چیزا برام ارزشه. نمیتونم به هر قیمتی هر کاری بکنم. ما نیتمون خیر بود. نمیدونستم باعث سوء تفاهم میشه. میدونم بله. اصلا بهونه خوبی نیست. شما باید به فکر کار آینده خودت باشی. گذشته گذشته. آقای یوسفیان مدیر یه شرکت دولتی بوده. چطوری او کارخونه دار شده؟ نه دولتی نه خصولتی. من بهش میگم از اینجا مونده از اونجا رونده. الناز میگفت باباش کارخونه رو توی مزایده برنده شده. از این طرحهای مربوط به خصوصی سازی دولت. اوضاع مالیشون هم که از اول خوب بوده. اوضاع مالی نه. نفوذ و روابط. الان خداوکیلی ما بریم بگیم اینقدر پول داریم بهمون کارخونه میدن اداره کنیم؟ نه دیگه باید دومت به یه جه وصل باشه. از خودت بگو چه خبر؟ روز اولت چطوره؟ چی بگم؟ شما که همه چی منو میدونید. تو بگو چی کار میکنی؟ قبلا صدور بلیط و ویزا و رزرواسیون و هتل و بچه داری؟ بعد این گرونی دلار فقط بچه داری. میگم امیرعلی حالا که تو نمیخوای بری کارخونه سر کار یه زحمت بکش من رو معرفی کن. بلکه پول شیر خشک و پوشک این بچه دارد. نگران نباش وضع شما هم درست میشه همجوری که نمیمونه. حالا از شوخی گذشته من یه پیشنهاد دارم برات. بیا برو سازمان گردشگری مجوز تولیدری تو بگیر. بیا واسه کنار خودمون کار کن. سارام که همش درگیر دانشگاه و تدریسه. یا اینجا میشه اسای دست من. کی بهتر از تو؟ خیلی ممنونم ولی فکر میکنم با روحیات من خیلی سازگار نیست. بعد من تا خیرخیر تو قرضم باید الان یه کاری بکنم که پر درآمد بشه. کار آیتی هم خوبه. برنامه نویسی و بیزینس های دیجیتالی مربوط به رشته خودتون هم هست. قبل از این اتفاقات هم رو چند تا طرح کار میکردین. آره طرح خوبی هم بودن. اتفاقا شاید برم دوباره سراغشون. فکر میکنم از طریق این شتاب دهنده ها بشه یه کارایی باشون. کاش قبل از رفتن الناز باهاش حرف بزنید. شاید بتونه بهتون کمکی بکنه. نمیتونم به یه جای دیگه معرفیتون کنم. قبل رفتنش کجا قراره بره؟ قراره بره آمریکا دیگه. به خاطر همین هم میخواد شما رو بذاره جای خودش. خبر نداشتی؟
آره، میخواد بره پیش مادرش. ببخشید، مادرمه. بچه رو گذاشتم پیشش، بهونه میگیره کلافش کرده. شمارش هم بره. آره همونه. فاطمه فهمیدی چی گفت؟ میگه امروز تو مهد از همون عکس نگرفتن. البته من با مربیش حرف زدم، گفت عکاسی نیست که مریض شده بوده. فاطمه خوبی؟ آره چسته نیست. به من نگاه کن. داری راست میگی دیگه. رضا آقا جون میخواد سهامشو بفروشه. خب چرا؟ یکی پیدا شده میگه 200 میلیون از امیرعلی طلب داره. پس آقا جونم فهمید. تو خبر داشتی؟ دیروزم جلو امیرعلی رو گرفت. من موندم بعد 2 سال طرف پیدا شده. چه فرقی میکنه 1 سال 2 سال 10 سال؟ یارو طلبکار دیگه. امیرعلی هم پشت امضا کرد. دوباره امیرعلی به خاطر پیمان میفته تو دردسر؟ نه دیگه، الان آقا جون سهامشو میفروشه، پولا رو میدیم تمام میشه ماجرا. کدوم سهام؟ دود شد رفت هوا. من هی به کارگزار گفتم بفروشیم، هی گفت خانم صبر کنیم فردا بیشتر میشه، پس فردا زیاد میشه. الان خیلی بخرن سهامشو، 1/3 قیمته. فاطمه 10 بار بهت گفتم نکن این کارو. 10 بار بهت گفتم اون کاری رو که تخصص نداری واردش نشو. مامان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ سلام. چی شده؟ هیچ. تلگرام 17 ساله شد. نمایش فناوری‌های الکترونیکی 600 شرکت خارجی و داخلی. ممنون که با ما بودید. خدا نگهدار. رنگ رو خدمتمون میگه چیز میخوای به من بگی. دیروز که رفتم برای مصاحبه الناز رو دیدم. الناز؟ اونجا چی کار میکرد؟ کارخونه پدرش. جدن؟ اینا که کارخونه دار شدن؟ ظاهرن یکی از بچه های قدیم دانشگاه خبر منو بهش داده، اونم کار تو کارخونه پدرشو پیشنهاد کرد. خوبه که. آره خوبه، ولی من چون مطمئن نبودم دوباره میخوام باش روبرو بشم یا نه قبول نکردم. وقتی هم که دیدمش اصلا بی‌محلی کرد. باورم نمیشه، یعنی دختر خواسته بهت محبت بکنه تو به جای اینکه تشکر. باید ازش معذرت خواهی بکنی. شوخی میکنی؟ نه
خیلی هم جدی میگم. امروز خودم زنگ میزنم به مادرش، ازش میخوام که اجازه بده شما همو ببینید. میری خیلی مؤدبانه دلیل رفتار زشتت رو بهش توضیح میدی. واقعا؟ کاری نداره که. اتفاقا دوری که تو نبودی مامان چند بار زنگ زد خبرتو گرفت. منم به بهانه خبر آزادی زنگ میزنم، هم حالشو میپرسم، هم در مورد شما با شرط میزنم. باشه، پس من صبر میکنم تا شما تماس بگیرید. شاید تو بخواست سرد نشد. همینجوری شما الان مهندس داره از جیب خرج میکنه. اینا هر روز اعتصاب که چرا حقوق ما دو روز عقب افتاده. اخراج کن. چی؟ اخراج کن، هر کی اعتراض کرد بفرستش کارگزینی. دو نفر اخراج بشن بقیه حساب کار دستشون میاد. درسته. فشار که واقعا جواب میده. ولی مهندس میدونی حرفم چیه؟ میگم شما به عنوان رئیس هیئت مدیره هفته یه بار بیاین یه 4 تا وعده وعید نیم بندن بهشون بدین کار جمع شده. تو فکر من انقدر بیکارم میگه. کارای برادرمو ول کنم بیام اینجا برای دلبری از پرسنل. آره؟ نه، میگم شاید اینجوری بتونن بیشتر دل به کار بدن. مثلا توی روش مدیریت نوین این کارا خیلی وقت منسوخ شده. خیلی روش‌های مدرن‌تری برای بهره برداری از نیروی کارگری هست. هرچی بی سر و صداتر بهتر. سلام. سرکار خانم یوسفیان، دختر جناب مهندس یوسفیان بزرگ. جناب آقای دکتر پویان گوهران، رئیس هیئت مدیره کارخونه. امروز زحمت کشیدن تشریف آوردن، کلی کارا رو انجام دادن، کلی کارا هم قراره بهش رسیدگی کنن. بله، من تعریف شما رو خیلی از پدرم شنیدم آقای دکتر. خواهش میکنم، چون لطف دارم به من. البته من هنوز مدرک دکترامو نگرفتم، بخشی از تحصیلم باقی مونده. لازم نیست نگران باشید. این روزا مدرک تحصیلی چندانم اهمیت نداره. به لطف مراکز خصوصی که اومدن روی کار، هر کسو که میبینیم یا مهندس یا دکتر. حق با شماست. ولی خب جایی که من ازش اومدم این مدرک ها انقدرم بی ارج و قرب نشدن. دچار شدم. شم معلومه داره خالی می‌بنده. من مطمئنم این آدم یا مدرکش رو جعل کرده یا پول داده خریده. خداحافظ. سلامت. مادرش حرف زدم، خیلی خوشحال شد وقتی شنید آزاد شدی. واقعا؟ اجازت هم گرفتم، الان میتونی زنگ بزنی بری ببینیش. چشم. تو بیا بالا، فاطمی ندارم. باشه. الو. سلام ماما، خوبی؟ الو ماما، صدات نمیاد. نه سرعت نت پایین، صدات قطع و وصل میشه. جانم الان میشنوم. مامانش به شما زنگ زده؟ چرا؟ و شما هم قبول کردی؟
آخه مادر من چه حرفی دارم با این آدم بزنم بعد 2 سال؟ نه من مطمئنم بعد از این همه وقت هیچی عوض نشده. نه اصلا میگم کاش خودتون میگفتین نه، که دیگه اصلا لازم نباشه. باش میگم باشه دیگه، هنوز که زنگ نزده. باشه زنگ بزنه. چشم. باش حرف میزنه. چشم، خبرشو بهتون میدم. شما مراقب خودتون باش. الو الو ماما، ماما صدامو میشنوی؟ قطع میشه. خداحافظ. خداحافظ. الو الو. سلام، امیرعلی. بفرمایید. می‌خواستم بابت لطفتون تشکر کنم و اینکه من اصلا قصد توهین و بی‌احترامی نداشتم، فقط اونجا که دیدمتون به هم ریختم، اصلا نفهمیدم چی شد. فراموشش کنید، این فقط یه پیشنهاد بود، اصلا معلوم نبود اون کارو بهتون بدن یا نه. به هر حال من نمیخواستم ناراحتتون کنم. سارا به من گفت که دنبال کار میگردین، منم خواستم کمکتون کنم. میدونم، خیلی ممنون. کاری ندارین؟ چرا؟ میخواستم اگه ممکنه فردا هم دیگر ببینیم. چرا؟ مگه مادرتون بهتون نگفت؟ زنگ زدن گفتن که مادرتون باشون حرف زدن، ولی من اصلا دلیلی برای ملاقات نمیبینم. فقط چند دقیقه، یه چیزایی هست که باید بگم. باشه، قول نمیدم چون فردا سرم خیلی شلوغه، ولی اگه زمانم اجازه بده باهاتون هماهنگ میشم. ممنون، من منتظرم. خدافظ. پول خودتون آقا جون، هر کاری دلتون بخواد میتونین باش بکنین، میتونین آتیشش بزنین. اونطور من حرفم اینه که الان وقت فروش سهام نیست. به نظرم بهتره ازش مهلت بگیریم، اون که 2 سال صبر کرده، 2 هفته روش. رضا راست میگه آقا جون، اگه آدم حسابی باشه بهمون فرصت میده. بدهی مردم رو باید داد دخترم، هر چه زودتر بهتر. ممکنه دوباره واسه امیرعلی دردسر ایجاد بشه. بله چشم. شما برو سهامو بفروش. این بدهی باید تا آخر این هفته صاف بشه. یه چیزی رو نمیفهمم، پیمان با این همه پول چی کار کرده؟ میگم نکنه موادی که تو ماشین بود. لطفا هیچ کس جلوی امیرعلی چیزی نگه. عمه جون، امیرعلی خودش میدونه، چی رو بهش نگه. همین که گفتم رضا جان، دوست ندارم ذهن بچه‌ام بیشتر از این مشغول بشه. این نرنگش زیاد خوب نیست، ساده است. نه نرنگش دختر هست، بازم این یکی بهتره. 6 سیلندر تیپترونیک توربو هم هست، نیو فیس لاکچری. این خوبه. این خوبه؟ منظورتون اینه میگیرین برام؟ به شرط اینکه از صدر کنکور رد شی. بابا جان قربونت برم،
به سمت کنکوچی از سمت کرج هم برات عبور میکنم. بستا بیا. بابای شما بدون اجازه من گاری هم برای شما نمیخره. این راست میگه. من قربون شما میرم. خودتو لوس نکن. قربون تو بابا جم چش. بیا منی بگیرش. پیدا شهریدم اتکم. فقط هدفون خودت پیدا شد مال منو پس بدی یا. باشه بابا چند بار میگیری دیگه هدفون که دیگه این حرفا رو نداره. قربون تو بدم. دست بیا. چه خبره اینجا؟ بابا این نازنین هم میخواد برای ماشین بگیره. واقعا؟ بله. چه بابای دست و دلبازی داری؟ شاید این که از صد کنکور و از صد مامانش رد بشه. چشم بابا جون گفتم که رد میشم. تو برنامه رفتنه چی شده ناز؟ هیچی. اینقدر مشکل پیش اومده که دیگه دارم بیخیالش میشم. آماده باش شاید همین روزه مشکل تر شد. چجوری؟ این پویان بو قرار بود جای تو به تو کار خونه یا آشنایی داره که شاید بتونه مشکل ویزا حل کنه. اون گفت شما هم باور کردی؟ یه کارایی واسه اینا سهله که واسه خیلی اصلا محاله. فردا زودتر بیا کارخونه باش بشینیم جدی تر حرف بزنیم. باشه ممنون. میام. الناز جان اینو بذارم وسط همه بخوری. دست درد میکنم. راز پایین. راز پایین؟ چشم. موکن. نشکون نماساج. چشم. ماساج موکن. بهش فکر نکن. جور میشه. خب بگم که اینو. خب پیمان گفته او تصفیه کرده. سفر آخر گفت برگردم سفتار رو پس میگیرم. دروغ گفت. کدوم تصفیه؟ به من پرینت بانکی نشون داد که پول به حساب پیمان ریخته. الانم تنها راهی که داریم اینه که باش حرف بزنیم یه جوری با همون کنار بیاد. این آدمی که من دیدم تا پولش رو نگیره بی خیال نمیشه. او 200 میلیون از کجا بیارم رضا؟ منم همین رو میگم. سلام فهم چه خبر؟ خوبی؟ خدا رو شکر خوبم. میخوایی سفارش بدین؟ من یه چای دارچین. دو تاش. شما کیک نمیخوری؟ نه، من چای کافه. یه کیک هم لطفا. بله، حتما. من داشتم میرفتم. نمیدونم چی شد که ایو ریجکت شدم، مجبور شدم برگردم. الانم دارم تلاش میکنم ببینم چطور میشه رفت. واسه همیشه. به سلامتی. اتفاقا سارا خانم یه چیزایی بهم گفت. خوشحال شدم. فکر میکنم اونجا میتونید به چیزایی که دوست دارید برسید. فردا برو سر کار. نباید این فرصت رو از دست بدی. کدوم کار؟ کار توی کارخونه پدر من. بهش فکر میکنم. بعد از مصاحبه تو من کلی با پدرم آقای خسروی صحبت کردم، راضیشون کردم کارو بدم به تو. بعد الان بفهمن گفتی بهش فکر میکنم که در جا نظرشون عوض میشه. خیلی خوب، دلیل این همه اصرار چیه؟ فکر کنم دلیلش روشنه. تو سابقه داری. هر جایی قبول نمیکنم بهت کار بدم. نمیدونم چقدر منو میشناسی. ولی من خودم قطعا میتونم گیریم اما از آبی رو میکشم. یه
یه وقتایی یه اتفاقایی تو زندگی آدم میفته که آدم با خودش میگه چرا من؟ چرا این اتفاق باید واسه من بیفته؟ اما بعد که زمان میگذره میفهمه که یه خیری توش بوده. من فقط سعی کردم واقع بین باشم. حقیقت اینه موجود ضعیفی، یه آدم ترسوی ناامیدی که حتی نای زندگی کردن هم نداره، چه برسه به این که به جنگ واسه به دست آوردن چیزی که دوستش داره. مطمئنی انقدر خوب منو میشناسی؟ خیلی بیشتر از خودم. آدمی هستی که اصلا حوصله دردسر نداری، تا بوی دردسر رو میفهمی فرار میکنی. اون موقع هم که حرف ازدواجمون بود با خودت گفتی که حوصله داره بره سرشاخ بشه با بابای الناس، حرف بزنه راجب خونه و درآمد و شغل و مهریه و واسه همین رفتی. حالا هم که منو جلوی کارخونه دیدی دوباره بوی خطر حس کردی، فکر کردی افتادی تو دردسر، گفتی وای که حوصله داره ولش کن. ببین ایناست که منو عصبی میکنه. اصلا بحث این حرفا نیست، لحظه گوش کن. نه گوش کن، گوش کن. من هیچ علاقه‌ای به تو ندارم، قبلا داشتم چون نمیشناختم، ولی الان ندارم. پس اصلا لازم نیست نگران این موضوع باشی. من دارم به کل از اینجا میرم، اما میخوام یه چیزایی رو بهت بگم. ببین هر جا لازم بوده وایسی در رفتی، هر جا باید میرفتی وایسادی. تموم کن، تموم کن این ترساتو. مگه کار نمیخوای؟ خب بفرما این کار. مثل مرد بیا جلو، دردسراشو به جون بخر، از همینجا زندگیتو بساز. اگرم کار نمیخوای که کسی زورت نکرده، برو به سلامت. من حساب میکنم دنگ خودم. کمتر به ما سبزنی ها بزن. ببخشید گرفتاریمون زیاده، من کار میکنم، فاطمه کار میکنه، دخل و خرجمون جور نیست، بچه ها رو یک وقت میگرد. میدونم، ولی مادرت دلخور شده. اگر فرصت کردی یه زنگی بهش بزن از دلش در بیار. چرا؟ فکر میکنه مادر زنتو بیشتر از مادر خودو دوست داره. نه با این چه حرفی، حتما زنگ میزنم. امیر آقا، یه لحظه بیا. این فاکتور آقای کاظمیه، بهش بده از اونم برو خونه، این روزا بیشتر به خانمت برس. به سلامتی داری پدر میشی. چشم آقا، تشکر. در زم بیا، اینم پیشت بمونه. ممنون آقا، تشکر. پدری کردی همچه درم. خواهش میکنم. با اجازه آقا. برو به سلامه. خب، بگو چی کار داشتی؟ راستش میخواستم اگه بشه یه مقدار ازتون پول قرض بگیرم. خدا کریمه، چقدر میخوای؟ 200 میلیون. چه اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست. من تو رو خوب میشناسم پسر، اهل قرض کردن نیستی. حقیقت اینه که پیمان قبل فوتش 200 میلیون از یک کسی قرض گرفته، به جاش سفته داده. برای اطمینان امیرعلی هم پشتش رو امضا کرده. پیمان موقع گفته تسویه کردم، ولی مثل که دروغ گفته.
این خدا بیاموز چقدر این خانواده رو اذیت کرد. اگه نداریم بگیم. ندارم یعنی نقد ندارم. چرتومنشو چک روز بد میدم، 160 تومن دیگه شو چک مشتری. خیلی ممنون، لطف بزرگی میکنه. چه فرقی میکنه؟ امیرعلی هم مثل تو. چیکه خودم نقده، اما بقیه چکا رو که میخواست ببره بانک قبلش به من بگه. دوست ندارم چک مردم برگشت بخوره. برگشتی از اونجا بد بود؟ تایلن که بد نمیشه که. ولی خب کلن رفته بودم ببینم چه خبره و چند چندم و اینا، دیدم نه دیگه بیفایده است بیشتر موندنش. پول تو، وقت تو، همه چیت میره. بیشتر پوکت بودی یا پاتایا؟ همه جاش دیگه. میگم تو لیدر بودم، مسافر میبردم. ببین یه سوراخ سنبایی داره هنویش که غیر من بلد نی. نه آره بابا اسمت نمیاد. سلام. راستش من از طریق پدرتون در جریان مشکل مهاجرتتون قرار گرفتم. بله، ظاهرا گفتید که میتونید مشکل رو حل کنید. شما کارتون دقیقا چیه آقای گوهران؟ مهندسی، تاجرید، سیاست مدارید؟ هیچ کدوم. من یه کانکشنم، یه رابط. آدمایی که به هم دیگه نیاز دارن رو به هم معرفیشون میکنم. کسایی که تو حالت عادی امکان دسترسی به اونا کار راحتی نیست. یه استعداد و توانایی شخصیه. خیلی آزارم بابت این رابط پولای کردن اومدن. ولی خب مشکل من مشکل قانونیه. خب هر قانونی که وضع بشه راه دور زدنش پیدا میشه. شاید شما ندونین ولی هر ممنوعیت خط قرمزی کلی اشتغال درست میکنه. آدمایی که پشت قانون گیر میکنن پول میدن به واسطه ها. در واقع منم همین واسطه ها رو پیدا میکنم. یعنی کارتون غیر قانونیه؟ به هیچ وجه. چون من کار خلافی انجام نمیدم. فقط مشتری ها رو بس میکنم به واسطه ها. در مورد شما هم یه شخصی رو میشناسم که میتونه مشکلتون رو حل کنه. اگه شما وقت داشته باشی میتونم برای فردا باش قرار بذارم. خیلی ممنون. ولی من خودم یه وکیل مهاجرت خیلی خوب دارم. ایشون میگه مشکل من تا 6 ماه دیگه حل نمیشه. چون تو پاسم مهر قرمز خورده. کاملا درست میگه. ولی این دوستی که بهتون معرفی میکنم شاید بتونه پیشنهادی بده که گره کار شما بکنه. من براش کار کوچیکی کردم. پیشش یه بلیط دارم. میتونم برای شما استفاده کنم. البته این منوط به خواست و رضایت شماست. روزتون بخیر. خواهش میکنم به سلامت. سلام. به به سلام آقا رضا. سلام چطوری امیرعلی جان؟ آقا این چکا خدمت شما. 40 تومنش مال امروزه. بقیه‌اش هم هر وقت بهت زنگ زدم به برمای. فقط زحمت بکش یه رسید بده که چکا پاس شدن سفتهامونو برگرد. اون که به روی چشم. فقط یه مشکلی هست. چه مشکلی؟ بگو حلش کن. من سفته‌ها رو فروختم. فروختی؟ شهرمنده خیلی پول لازم بودم. بابات مریضی مادرم باید پول واریز میکردم بیمارستان. دیگه مجبور شدم بفروشمشون. به ما خبر میدادی قبلش؟ خبر میدادم شما پول نقد به من میدادی؟
آقا ولش کن اینو، به کی فروختی با اینا رو بدیم بهش سفته ها رو بگیره؟ نمیدونم. چی نمیدونم؟ ولی من که آشنا ندارم. یکی بچه تو بازار گفت آشنا داره، منم سفته رو دادم بهش. من خدا هم کاراشو کرد، کل پول رو واریز کرد به حساب. خب یه زنگ بزن ببین طرف کیه. الان که گوشیش خاموشه، تو باشگاه است. اما تا شب آمارشو در میارم بهتون خبر میدم.